سالک خیلی چاکرم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه دیگه نمیخوام پرحرفی کنم مستقیم میریم سراغ مهمون این پادکست ارفان پایدار چطوری؟ سلام به تو پاشو، سلام من بیننده ها چند وقت صحبتشو میکنیم رفتیم دیگه سراغ خیلی وقت شد خیلی وقت شد یعنی من چند ماه شد تو درگیر دیگه ولاگ و سفرنامه و چیزایی شکلی شدی منم چند تا برنامه برنامه درست که هم خیلی دیر شد ولی خیلی دوست داشتم این صحبت رو با هم دیگه بکنیم آره آجل من, من هم چرا اوکی. فقط یه چیزی که الان خیلی عجیب بود الان من اول سلام علیک کردم گفتم سامالک اون سری یکی اومد بود من کامنت گذاشته بود تو خیلی بیشوری کی میاد تو ویدیوش میگه سام علیک یعنی سم... یعنی مرگ بر شما گفتم مثلا کجا مثلا چه میدونم عربی میشه من دارم همینجوری میگم سام علیک یه دیگه ریز نشدی من نه سام مثل که میشه من اینجوری اگه اسم هرکی سامم پس اسمش مرگه من نمیدونم یعنی خیلی عجیبه ولی okay. اینجا هر کاری میکنید با, با مصاحبه کردی نگو اینجوری شده نگو دیگه نمیگم اینجوری اینجوری دیگه نمیگم آقا چه خبر یه ذره تعریف <تصفح> کن همه چی خوبه یوتیوب و دیگه حسابی اکتیو هم توش کار مختلف میکنم من خیلی سال پیش یوتیوب رو شروع کردم یوتیوب هم خیلی قوی بود مثلا قضیه دیگه میشم ده سال پیش بیشتر دوازده سال پیش بعد یه اون موقع یوتیوب فیلتر شد ایران ول کردم ول کردم و این دو سه سالم نفهمیدم که دارم مثلا جون میگیره نه شروع کردم و دیگه الان اکتیوم برنامه مدل خودم که دوست دارم درست میکنم و آره دیگه ببینم جوری که خانواده با هم روش کنیم دیگه بچه یوتیوبم آره حالا اونو جلوتر بهش میرسیم چون بحث این ویو و کانتنت که توی یوتیوب یعنی ترغیب میشی به اینکه بذاری و یه سری داستان ها داره که من توی این دو سال خیلی بالا پایین شدم حالا سر یه سیستم با هم دیگه یه جا صحبت کردیم حالا اونو حتما وارد دیتیلش میشن آره. منتها چیزی که میخواستم بگم این بودش که تو برای درست کردن ولاگا خب خیلی وقت میذاری یعنی یه جوریه که من دیدم دیگه حالا ولاگ دیگه نیست واقعا سفرنامه است یعنی یه جوریه که انگار کارگردانی شده است همه چیش مثلا خیلی حرفه‌ای و از ولی من خودم چون شبیه یه جورایی شبیه اونو درست میکنم تو چیزهای مختلف حالا نه فقط سفر حالا ولاگ های مختلف و اینا بعد موقعی که ویون نمیگیره خیلی حس عجیبی میگیری یعنی مثلا میدونی چقدر زحمت گذاشتی ادیتش کارگردانیش رفتی بعد مثلا آره. یه داری میخوری باید حواست دیگه فقط به غذا نیست یعنی تو از غذا لذت نمیبری باید حواست باشه اون شاتی هم که داری از خودت میگیری خوشگل چه ببین من آ... یعنی چی میگن برنامه که میگی دقیقا همینه من به عنوان ولاگ سفری نیست به کنی انقدر من رو ادیت و موزیکشو وقت میذارم چون که همیشه یکی از چی میگن آرزو بود که یه برنامه سفر درست کنم برای تلویزیون و الان اون کار میکنم و گفتم شروع میکنم که اتفاقا حالا یکی دو تلویزیون هم صحبت کردن که, که شاید برنامه رو یه ورژنش واسه تلویزیون درست کنیم و اینا که خودش ای اتفاق افتاد ولی توی یوتیوب نمیدونم دقیقا چیه ولی حس میکنم قسمتش اینه که یوتیوب درست نمیدونه رکامند کنه به کی ویدیو رو چون که اکثر چیزایی که حالا هست که مثلا رپرها و اینا درست میکنن یه جوری به هم مرتبطه یا دارن شوخی میکنن مسخره بازی در میان یا مثلا مستقیم رو را حقا راجب به رپ و اینجور چیزا برای همین قسمتیشونه که اسم میکنم یه سری مخاطب اصلا هنوز یوتیوب نیستن کسایی که قرار بیان و سمبالاترا کسایی که دنبال برنامه درست حسابی هستن حالا نه که اون مزبورم میفهمم و یکی همین که دقیقا همون داستانه اینکه چون برنامه مرتبط به این توی ایران, ایران، یوتیوب ایرانی نیست یوتیوب فارسی نیست یوتیوب هم نمیدونه دقیقا به کدوم به کی رکومند کنه که به آدم های درستش برسه به اسطلاح مثلا مثلا احساس میکنم طرف مثلا ویدیوی مثلا فرض کن من رپه رو میاد نگاه میکنه میبینه دارم راجع به رپ صحبت میکنم بعد من به نظرم اتفاقا ساجست میکنه به مخاطب تو منتها مخاطبه انتخاب میکنه تا ویدیو تو رو نبینه چون اون دنبال یه از غذاهای داره میگه اونا رو به میکنه به به اون کسی آره, که... آره. آره. دقیقاً ام... ولی ببین من همینو میگم رو میره هم... ببخشی سوالت جواب ندادم رو مخم آره میره چون که مستان خیلی میره. مثلا من میدونم که میگم خودم ادیت میکنم و مثلا برادم من برنامه های یوتیوب چی میگن برنامه‌مو همو ولی سفرنامه رو خودم ادیت میکنم و بالای آره آره 10 ده, سال 10 ده ساعت طول میکشه هر قسمت میدونی چی میگم آره. تا همه چی انجام آره. بشه با موزیک و فاینال اینا بشه آره. برای همین خب مقایسه میکنی به سه برنامه که مثلا ایتش یه ساعت طول میکشه و حالا فیلم برداریش هم 3-4 روز میگشه اونم یه بحث جداست ولی خب میدونم که چون کسایی که میبینن فقط تو کامنت ها میبینن که بهترین برنامه یوتیوب فارسی هم بهترین ولاگ ایرانیه فلان بمانه همه خیلی دلیر. حال آخه میدونی ببین یه جوری هم شده ببین الان مثلا کانسپت concept... من خودم این کارو میکنم و الان قور نیست خب چون باید بکنی برای اون کانتنتی که داری درست میکنی ولی یه لیمیتی داره یعنی باز یه خط قرمزی تو ذهنت باید داشته باشی که دیگه دیگه یه سری چیزای خودتو زیر پا نذاری اینکه تو باید کلیک بیت کنی خب م. کلیک بیت رسوما دروغ نیست دیگه یعنی حتما نباید بگی مثلا فلان کارو کردم ولی فلان کارو نکنی چون یه جورایی دزدیه اون کار داره. ولی مثلا تو میای کلی وقت میذاری کانتنت رو درست میکنی ولی یه تایتل اشتباه ویدیویی تو رو میسوزونه درستم. یعنی مثلا تو آه. میتونستی بگی من میرم ف... یعنی فقط یه تامنیلی که شاید ادیت کردنش 20 دقیقه زمان میبره یه کانتنت یک هفته زمان برده تو رو میتونه بسوزونه یعنی قشنگ و اینش خیلی عجیبه برای من خیلی این اتفاق افتاده آره، و از آره. اون و حالا اینم بگم مثلا این داستانه ببین روک آدمو رو کنگشات میکنه چون مثلا من نشستم تو خونه خب میگم اوکی من اگه الان برم به تیک تاک های ترند دنیا ریاکت کنم کلی آدم میان توی چنل من یعنی انرژی میدن و اینا آقا خیلی به حال خیلی خفن اصلا شاید کلی خارجی بیاد ببینه ریاکشن یه ایرانی آره. به این تیکتاک چیه و اینا ولی ته داستان تو به یه پوچی میرسی من به عنوان یه آدمی که آقا این کارو کرده الان تو چنل من بری بگردی کانتنت هایی رو پیدا میکنی که من حتی حاضر نیستم یه بار دیگه برم بشنم نگاش کنم ولی به عنوان یه آدمی که ته این خط رفته الان دارم میگم تو یه جا به یه پوچی میرسی یعنی احساس میکنی که ام... یه رو... حداقل برای من این شکلیه احساس کنی یه روبات شدی یعنی مثل یه زندگی کارمندی یا دیگه دیگه تو کانتنت کریاتور نیستی تو یه آدمی نشستی منتظری یه داستانی درسته. اتفاق بیفته اونو بری فقط به چسبونی به هم حالا بهش ریاکت کنی یا کار این شکلی من نمیگم ریاکت ها الان بچهای رپ ریاکشن رپی هستن های مختلف هستن اونا خودش اصلا یه سیستم دیگه داره میفهمی منظورم چیه دیگه یه سرس اصلا کلا سرس... دوست دارن یه سری اصلا نکته اونه میدونی چی میگم من اصلا اصلا جالب نیستم چیزی نه نگاه کنم نه نه درست کنم میدونی چی میگم اگه بیام بکنم فقط چون که ویو میخوره در عین همینی میشه گفتی میدونی یا احساس پوچی چیز میده که مثلا من بعد از اون بر انقدر علاقه دارم به برنامه دیگه که دارم درست میکنم خب ترجیح میدم میدونی من که دستم باز و خلاقیت شد دارم که برنامه مختلف درست کنم ترجیح اون کارو بکنم که به مرور مخاطباش پیدا بشه به ببینم ولی کلا یوتیوب این شکلی نشده که از کار اصلیت که حالا مثلا رپ و ایناست یه ذره تمرکز تو بکشه رو برنامه سازی چون خیلی خیلی اعتیاد داره یعنی تو دو تا ویدیو خوب بسازی که مثلا خودت باش داری حال میکنی حالا من که کارم اینه نانساب دارم یوتیوب درست میکنم ولی احساس میکنم اگه مثلا کار من بونگای مثلا معاملات ملکی بود شاید اصلا اون کارا ول میکردم کلا سویش میکردم فقط یوتیوب آره ببین کاری هست که منزه کافی به برنامه درست کردن چون من اصلا از قدیم موزیک ویدیو هم خودم اه اه چیز میکنم هی بیشتر و بیشتر هم شده کارگردانی میکنم داستانش رو مینویسم خیلی شاتر رو میگم چی باش اصلا کلا به فیلم برداری و این چیزا دو برنامه درست کردن علاقه دارم برای همین میتونم ببینم اگه به یه جایی برسه کاملا سویچ کنم این ور چون واقعا کاری که دوست دارم مثلا میشم ادیت میکنم بلاگرات چشم داره در میاد ولی انقدر دارم حال میکنم میگم چقدر حال داره اینه چقدر داره بال با میشه اینه اصلا دو تا پلان خوشگل به هم دیگه کات میخوره اینجوری ای که فاک اصلا چی شد اصلا کیف میکنی واسی زید. دقیقا آره. از کارهای دیگه هم زدم یه جوری ولی خوشگل از بیرون بیرون زیاد نمیرم بیدیم میگم کارهای یه, یه تمرکزم روی متمرکز رو داستانی دیگه آره متمرکز رو اینو موزیکو حالا کار دیگه که میکنم آره ببین حالا راجب اون روتینه که داشتیم میگفتیم یه چیزی خیلی باله من خیلی د د د چی میگن عباس پیگیر این داستانم میرم میگردم چون خیلی پیگیر میکنم هر کی داره تو این سیستم کار میکنه چه شکلیه من سال پیش یه دپرشن عجیب اومد سراغم خب بعد به شکل خیلی عجیبی امسال نگاه کردم خیلی از بچه هایی که دارن تو یوتیوب یعنی تو کامیونیتی اصلا یوتیوبرا دارن فعالیت میکنن و دارن محتوا درست میکنن و اینا این دپرشن رو گرفتن جدید. بعد یهو یه آره یهو کلیک خورد تو ذهنم گفتم ببین یه،, یه دلیلی داره مثلا حالا نمیخوام اسم بگم ها خودشون تو ویدیوهاشون گفتن ولی حالا حالا نمیخوام اونا رو بگیم ولی مثلا ایکس و ایگرگ و این یکی و این یکی و این یکی یه دلیلی داره این داره میاد سراغشون خب سراغ منم اومده بعد رسیدم به اون روتینه حالا روتینه میدونی چیه اینکه تو وقتی تو یوتیوب غرقشی احساس میکنی که نکنه الان من دارم صبونه میخورم الان ویدیو نگیرم از صبونه خوردنم پول در نیارم <applause> میدونی چی <شی> میگم <applause> چون یوتیوب یه شکلیه مثل بانک نیست که خب بانک تو میدونی سر یه ساعتی میری اونجا کار تموم میشه برمیگردی ولی <applause> یوتیوب احساس کنی آقا من همین ویدیویی که دارم با ارفان میگیرم اگه علیم بذارم اونجا مثلا محمدم بذارم اونجا یه پشت صحنه از این بگیرن خودش میشه یه کانتنت دیگه تو یوتیوب من خب حالا خود اون میتونه یه پشت ای داشته باشه که خود اونم بشه یه ویدیو میدونی ت تمومی نداره و این باعث میشه تو هی احساس کنی از یوتیوب عقب افتادی بعد خستگی میاد سراغت آره. تو میسوزونه یعنی دیگه ایدت تموم میشه و بعد تو اون روتینه گیر میکنی که این خیلی خطرناکه آره مثلا قسمت دیگه هم اینه که خدا بیامرز تو پاک میگفت اینو راجب موزیک ولی تو همه چی هست مشکلی اول تو داری مثلا سعی میکنی یه کاری بکنی که موفقیت آمیز باشه بگیره مردم خوششون بیاد مثلا یه کانکت بکنن به حساب آرت تول هر چی که هست چه موزیک باشه چه ویدیو یوتیوبه. بعد یه جا میرسی که اون اتفاق میفته مثلا ویدیو مثلا یا 100 کی 200 کی ویو میخوره بعد اون حسی که گرفتی اون هایی که گرفتی از اون داستان ویدیوی بعدی مثلا اگه مثلا دیویس که خورده این بعدی بخوره صد و بیستا تو شاید سه ماه قبلش ویدیو پنجا که هم نمیخورده ولی الان چون اون تا خورده ناراحتی فکر کنی یه چیزی کمه یه چیزی درست نبوده موزیک هم همین وقتی یه آهنگ سوپر هیت داری و بعدیشو میگی که خب بعدی هم مثلا آقا شده و فلان ولی به اندازی اون نترکیده این همش حرف با من مونده بود که مثلا خیلی بده که مثلا هی درگیری داستانش بشی از این لحاظ و خوب نیست اصلا مخت مخت تو میخوره میدونی هی احساس بکنی یه چیزی الان تو داستان مشکل داره حالا یه خیلی بامزه برای تعریف کنم ببین من الان به یه درجه یعنی رسیدم میگم آقا من چیزی رو آپلود میکنم توی یوتیوبم از شاید 6 ماه قبل یا شاید 7 8 ماه قبل به این بر که آقا اول خودم دوستش دارم یعنی اول خودم حاضرم یک بار دیگه بشینم کانتنت خودم رو ببینم و به یکی نشون بدم بگم آقا اینو درست کردم حالا اگه ریاکشن نمیگم روزم ریاکشن چیز ریاکشن نمیدونم خنده از شوخی هر چی هست باید یه چیزی باشه که آقا من خودم باهاش اوکی باشم نه اینکه صرفا یه ویدیویی گذاشته باشم که چنلم نخوابه یه اتفاق خیلی باحال برام افتاد ببین یه برنامه ای هست نمیدونم اینو دنبال میکنی یا نه جریان تو اینستاگرام خیلی دارم میذارم این مال 12 13 ساله سال پیش تو آمریکا پخش میشد به اسم مومنت آف تروث که یه برنامه بود که خونه خانواده ها رو می میشوندن بعد ازشون سوال میپرسیدن سوال های خیلی دارک که اصلا زندگیشون تموم بعد حالا مثلا 500 هزار دلار اگه یکی همه رو درست جواب میداد میگرفت من این برنامه رو خیلی دنبال میکردم اتفاقا یه شب مثلا خونه پارمیدا و کیارش اینا بودیم مثلا نشسته بودیم این برنامه خیلی باله بعد گفتم خب بذار من یه بار تو خونه که نشستم دارم این برنامه رو میبینم چون واقعا یه جاییش پشمای من میریخت که اصلا یارو داره این جواب رو میده و گفتم خب این ریاکشن من واقعا واقعیه یعنی خب بذار من اینو بگیرم ببینم چه جوری میشه اینو گرفتم گوشه هاردم داشت خاک میخورد هی آپلود نمیکردم هی آپلود نمیکردم به من یه و یه روز دیدم کانتنت ندارم بذار اینو خودم باش حال میکنم دیگه آپلود کنم حالا اصلا آله. 500 نفر ببینن ببین یهو همه به من فیدبک میدادن که آقا این کار این چقدر باحاله این برنامه رو برو دوشن بساز سه شنبه بساز چهار کات من هفته پیش با مجری اون برنامه که یکی از پر مخاطب برنامه های تالی... تاریخ آمریکاست پادکست ضبط کردم یعنی... خودم موقع که داشتم با یارو صحبت میکردم شکلی بودم مثلا من باورم نمیشه داره چه اتفاقی میفته و گفتم اوکی پس پس این دقیقا همون داستانه یعنی تو وقتی سمت چیزی که خودت دوست داری بری اتفاقای بهتری هم برات میفته دقیقا همه چی ریاکشن ها طبیعی واقعی تر فلان این تو همه چی این ترجمه میشه تو هر کاری که میکنی آره ایوه چه بال با آره خیلی بال با حالا اونم فکر کنم یه ها ترکیده این چیزایی برنامه تو نه... من فکر کنم ندیدم این ها تو جالبه من یه سری سر ریاکشن دیدم بشتم چون دنبال ریاکشن میگشتم تو یوتیوب که ببینم آره که اصلا به نتیجه رسید آخه همه همه میگفتن ریاکشن برو ریاکشن برو من نگاه که همین واسه کار من نیست ریاکشن مثلا برم, برم نه ببین دیدم. من خیلی دنبالش که حالا حالا خیلی ببین اه... ریاکشن یه جورایی خب یه سایدش اشتباه شده خب این که مثلا دارم میگم ریاکشن به دیوونه بازی یکی ریاکشن به مثلا رپ ریاکشن به یه سری چیزایی که خب دیگه الان همه دارن تو چنل ها میرن. من مثلا نشستم نگاه کردم آقا خیلی برنامه‌های قدیمی آمریکایی هست. مثلا من عاشق دیلور نو دیلم یا مثلا ای جی تی یا کلی برنامه های این شکلی که خب درگیر کپی رایتش هم میشی ولی واقعا ریاکشن داره یعنی اون لحظه وقتی طرف مثلا بین یه دلار و یه میلیون دلار برده بعد میگه نو دیل بعد یهو یه, یه دلار میبره خب هر کی داره نگاه میکنه آره، آره. پشماش میریزه آره. بعد دیدم خب این ساید برنامه درست کردن ریاکشن به برنامه های قدیمی حالا آمریکایی یا مثلا لاتین یا چیزای دیگه خیلی باحاله و با گفتم خب اینو میشنم عین آدم مثلا تو خونم دارم ویدیو میبینم خب اینو همین ریاکشن میگیرم هایلایتش رو میذارم توی یوتیوب حالا شاید کپی رایت هم بخوره از یه جایی به بعد اون ویدیویی که با دنی اسدی درست کرده بودی و نگاه کردم هم که کلا سبک عوض شده بود و اصلا یه سیستم دیگه شده بود که رفتی سمت کلا مستقل شدن یه جورایی دیگه فکر کنم اون آلبوم چیز بود یعنی لیبل نداشتین خودت بودی آره. خودت دنی خودمون. بودی خودمون دنی خب ببینم این داستانه حال داد یعنی با حال بود که ب... بدون لیبل کار کردن چه جوری بود فیدبکش اون چیزی که فکر میکردی بود ببین 100 درصد خب میدونی خیلی حال میده این کار من قدیمم بودم میدونی چی میگم کار هی میکردم بارا بارا مثلا یه سری پروژه ها رو با لیبل کار میکردیم یه سری ها رو مستقل خیلی حال میده ولی همیشه اون داستان چون ما به جای میدیای درستی برای پخش نداریم به مثلا میگم آه... آمریکا الان رادیو هست تلویزیون هست فلان هست این هست اون هست همه جا یه آرتیست مثلا حتی وقت با لیبل کار میکنه ما با لیبل هم که کار بکنیم تقریبا همونه دیگه یه سورس که مثلا اونجا همیشه پخش میشه ولی داره. برای اینکه گیجت نکنم اینجوری بگم وقتی مستقل پخش میکنی آخرش منم هم, هم اینستاگرامم هم. میدونی چی میگم و تمام داره. کسایی که به من مثلا موزیک منو گوش میدن دوست دارن که تو اینستاگرام من نیستن و اونایی که هستن اولا الان به خاطر الگوریتم های اینستاگرام وقتی پخش میکنم که همشون نمیبینن میدونی چی میگم من وقتی مثلا آنه. دو میلیون فالوور دارم تو اینستاگرام استوری میذارم که دو میلیون نفر که نمیبینن که خیلی درصد خیلی کمی ازشون میبینن اینا و این داستان هستن میشه سر پخش و وقت کمک نداری و چیز نیست مخصوصا که تو آلبومی که خب خیلی کارهای دیگه که میکنم بچا وقتی من فیت میدن میدونی چی میگم بعد چهار نفری که خودشون فالوور دارن و کلی مثلا دنبالشون میکنن بعد خب طرفدارای این چهار نفر راجب به این آهنگ خبردار میشن درسته ولی وقتی که تکی داری کار میکنی خب باز اونم خیلی کمتر میشه به اصطلاح اینکه به دست همه برسه موزیک خیلی خیلی سختتر میشه خب ببینم ته تهش حالا تو دوباره این کارو ادامه میدی یا مثلا این تستی که کردی تو ذهن جواب نداد یعنی بی خیالش میشی ببین هر دو یعنی هم با لیبل کار میکنم هم تکی تا اینکه قدرت مستقلم هم بیشتر بیشتر بشه و توی پلتفرم‌های مختلف مثلا همین یوتیوب هم قوی تر بشه فلان یوتیوب الان خیلی قویه مثلا من یوتیوب هم اگه سه سال پیش شروع می کردم خب خیلی بیشتر سابسکرایبر داشتم و خیلی راحت هم می کنستم موسیقی هم, پخش کنم از اونجا ولی خب الان هنوز اون آبشتری نشده واسم و همونش کار میکنم آقا من یه سوالی بود چون اینو چند وقت پیش تو کلاب چند وقت پیش کرد دو سال پیش تو کلاب هاست یه جا با هم دیگه صحبت کردیم یه رومی هم بود یعنی رومان باز بود ولی چون بحث بالی با بود الان به موزیک هم مربوط بود حالا بدون اینکه اسم کسی رو بیارم و هیچی فقط راجع به آیدیای کلی میخوام باهات صحبت کنم ببین ام... من خودم به عنوان یه مخاطب حرفه‌ای رپ فارسی که از بچگیم یعنی از موقعی که اولین آلبومای رپ فارسی اومد اولین سینگل های رپ فارسی اومد دنبال کردم داستانو خب ببین دیس و دیس بازی و مشکل داشتن رپ را با هم دیگه یه چیزی بوده که همیشه بازارش داغ بوده من خودم خیلی حال میکردم مثلا منتظر بودم ببینم ایکس داره ایگرگو دیز میکنه حالا اون میخواد چه جوابی بهش بده این یه چیزی همه جای دنیا هست ولی ما اون مثالی که اون سری برات توی کلاب هاوس زدم این شکلی بود گفتم تو, تو نمیدونم گیم اف رو دیدی یا نه من خوره من چیزم دایره تول معرف گیم اف ترونزم هر سوالی خب تموم شد رفت آقا اوکی اوکی پس میتونم مثال گیم اف ترونزی بزنم بی من همیشه میام گ... میام رپ فارسی و خب مثل اینور دیوار میبینمش خب من میگم مثلا الان چه میدونم توی اون وستروس یا اون دنیایی که اون وره مثلا کینگز لندینگ با وینترفل مشکل داره خب یه سری سرباز اون داره یه سری فن اون داره اونم یه سری فن داره خب لزوما منطقم نمیگه کدوم داره دوست. راست میگه زور دیگه خب ولی اصلا مهم وینترفل و کینگز لندینگ نیست چون اون دیواره اگه خراب بشه اونوری و اگه بیان کلا این برا با خاک اکسام میکنن میدونی چی میگم من دارم میگم اون اتحاد اونوره که اگه وقتی با هم دیگه همه میان قدرتش رو میذارن رو هم دیگه مثلا میتونن تازه بازم با خیلی سخت داره که تو به مارکت جهانی و به اون استاندارد جهانی نزدیک بشی تا شاید یه اتفاق عجیب غریبی بیفته تا اینکه ما مادام العمر توی لوپی گیر بکنیم که منتظر باشیم ببینیم این آلبوم این یکی میخواد بیاد دیسه که قبل از آلبوم کی داره به کی فوش میده که آلبومش بیشتر فروش بره یا فلان 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 مثلا این آخرش هم بگم بعد دیگه مایک تو ببین مثلا یه چیزی که من خودم خیلی بهش فکر میکنم اینه که ما چرا نمیتونیم یه فستیوالی داشته باشیم که تمام تشکلای رپ فارسی توش باشن همه هر چیزی که تو ذهن تو و که الان دارن میبینن هست آقا همه باشن از یه ساعتی شروع میشه تا پس فردا فلان ساعت هی hey, اینا میان با هم دیگه موزیک های چیزشون میخونن اصلا دوتاشون که با هم موزیک دارن میان میخونن کل میدونی چقدر پول جنریت میشه چقدر آدم میان چقدر میدونی چقدر اتفاقای عجیب غریب میفته و به یه سری از دلایل نمیفته این حالا من بارها صحبت کردم راجع این قضیه و موافقم که اگر اتحاد اتحادم معنیش این نیستش که حالا همه باید همه میگم بغل و به هم, هم دیگر رو مثلا آره و میدونم و ولی وضعیتی که هست خیلی وقتا اصلا ترجیبا اتحاد نباشه یعنی طرف خودشم منم ضرر کنم که کسی دیگه سود نکنه مثلا میدونی یه ذهنیتای مثلا عجیب غریبی هست آم، بچه اصلا دوست ندارن خیلی ازشون برسه به کس دیگه و یه جوری هم هست که سر فقط یه چیزای کوچیک که مثلا سلیقه تو موزیک انقدر ایگو هست که مثلا یارو هنو قبول نمیکنه که آقا اصلا سلیقه واسه هر سلیقه ای هست مخاطب هست به اندازه همه نه واسه کسی مثلا کم بوده مخاطب هست نه کم بوده درامت هست نه کم بوده کنسرت هست. هست دیگه آره ولی سر سلیقه مثلا اگه که مثلا دقیقا یکی موزیکش عین من نیست بده بو میده میدونین چی میگم یه ذره این هست یکی <مارد> هم, هم کلا نمیدونم این فضای خیلی چیزه نمیدونم فکر میکنم به جامعه ای که این نسل رپرامون توش بزرگ شدن هم برمیگرده اون ذهنیت و دیروز تمام با جیدالی صحبتی داشتیم راجع به این داستان داشتیم صحبت میکردیم که جیدال میگفت من چیزی که تو دبیرستان و راهنمایی میدیدم که تو این بچه ها تخمه اون جامعه و فلان الان توی رپ فارسی میبینم طرز فکر رو اینکه مثلا بخور تا خورده نشی بزن مثلا چون خیلی وقتا میبینم حتی کسایی که اینا با هم در فیت میدن مثلا توی آهنگ ز... زیرکی مثلا با هم تیکه میندازن تو همون آهنگ جفتش رو هم خوندن میدونی حتی توی اون همکاریشون هم با هم واقعا هم همکاری نمی و اتحاد نیست میدونی و آ... و آره ولی واقعا اگه مثلا می بود خب خیلی میتونست به نفع همه باشه و این فستیوال رپی که میگه چیزی که من حتی روش کار کردم و صحبتشو کردم با کسای مختلف و اینا ای ها ولی من فکر کنم حتی اگه اون به به چیزم که برسه تهش پای میز مذاکره که میان یکی میاد میگه آقا فلانی چند بسته من میخوام انقدر بذارم روش اون یکی میگه این این چقدر من میخوام حالا انقدر بذارم روش سر باز یه چیز دیگه حتی اگه اتحاد قبلش هم باشه باز پای این برسه باز دوباره دفعه میشه میرن دوباره آلبوم میدن دیس میکنن یعنی احساس میکنن کی درست. اول بره هست. من اول برم اون بره این نمیدونم چرا آره. اون آره. من نمیدونم چرا آره. این ما یه جورایی به عمرمون نمیبینیم همین چیزیو چیزی من الان چی میگم امیدم به نسل جدیدتره ولی نسل جدید هارتر و بدتر دارن نسل ما چیز میکنم ما واقعا این که خیلی عجیبه <تصفيق> <تصفيق> فکر نکنم اون اصلا خیلی عجیبه آره ما دیس و دیسکشی و فلان بود همیشه ولی فقط داره خلاصه اینو بگم توی چیز ولی اینجوری نبود که انقدر فقط همه سر بازاری هاشیه و حاشیه و اینکه جواب بگیرن دیس بشه مثلا واقعا مشکلاتی بود میدونین که دیس بود آقا بگذریم بریم سراغ یه قسمت فان توی صحبتمون ما همیشه برای اینکه میخوایم صحبت جدی بکنیم برای اینکه بخوایم بالانس رو رایت کنیم باید یه بخش فان هم بذاریم که آقا اوکی به خاطر این فانه بیاین اون جدیرم گوش کنین جدی این توازنش باحاله ولی ببین من 8 سوال نوشتم خب که این 8 تا سوال رو ازت بپرسم قانون رو حالا قبلا برای توضیح دادم برای بیننده میگم با یکی دیگر دو تا دیگه دوستا قبلا کردم این داستان اینه که من از تو سوال میپرسم تو باید اینا رو همه رو تک کلمه یا تک جمله جواب بدی ولی سه تا راه فرار داری یکیش اینه که اسکیپ کنی اصلا جواب ندی پروندهش بسته بریم سوال بعدی یکیش اینه که بگی آقا اینو خود جواب بده یعنی یه جورایی هم اسکیپ هم من باید جواب بدم اوکی هم اینه که جواب بدی ولی راجبش توضیح بدی چون بقیه رو نمیتونی توضیح بدی گرفتم خب آقا تو باید توی کلا کریری که داشتی تا الان یه دونه از کسایی که باهات همکاری داشته رو اون فیتو کنسل کنی فیت با چه کسی رو کنسل میکنی؟ هر کسی اصلا مهمی کوچیک بزرگ کرچی کل کسایی که داشتم یه دونه فیت رو باید کنسل کنم این فکر کنم سوالیه که برای توضیح بدی همین اول به سوزونی نو دارم فکر میکنم من مرور میکنم چون گاهی وقتا مثلا یه جواب یادم میده بعد میگه اون یادم نبود چون اینا زیاد بوده آره خب. فکر نمی‌کنم سر این قفه کنی پفه کنم سوال بعدی بیشتر اذیتت کنه دقیقا میخوام سعی کنم از اون ستا استفاده نکنم برای هم دارم فکر میکنم که مثلا اگه بشه اوه کنی پر یه دونه آره میتونم بگم این آره مثلا دوزی میتونم بدم راجع بشتی که آره آره یه دونه فیت دادم با چرسی که بیدشم علی بی زده بود که بیدشم خیلی دوست داشتم و هر کار خیلی وقت صحبت کردیم با چرسی قرار آهنگ رو بدیم و اینا اوکی. ولی اگه میتونستم اونو چون اون چیزی که دوست داشتی مثل میکنم شاید هم شاید بچه هم همین اصلا داشته باشن نمیدونم ولی اون چکی که دوست داشتم در بیاد من تو دوست داشتم مثلا آره دوست داشتم یه ترک رپی چیز بدم با یه رپر از بچه های جنوب که چرسی انتخاب کردیم داشتیم کار میکردیم و اینا ولی اوتپوتش هم من خوندنی شده قسمت ها هم یه هم مال اون خوندنی شد و اون چکی که من مد نظرم بود که مثلا یه همکاری من باشه با مثلا رپ جنوب رپرزنت کنه آره. اون نشد, اون نشد. متاسفانه آره, آره آره ولی خب دیگه خیلی خب خب یه توضیح سوزوندی ببینیم ارزش رو داشته یا یعنی نه من اینقدر مومنت آف تروت دیدم دیگه میخوام مثل اون مارک والبرگ اجرا کنم Inspector <Or whatever> <eurs> ولی اوکی آقا برو بریم بعدیش راحته یه دونه گیلتی پلیجر تو بگو حالا گیلتی پلیجر فارسیش میشه یه چیزی که تو باهاش حال میکنی ولی شاید خیلی راحت نباشی کسی بدونه من حالا تو بگی منم میگم حتی آکه گیلتی پلیجر ببینم مثلا برنامه تلویزیونی بگم یا خوردنی بگم <laughs> برنامه تلویزیونی بگو گیلتی پلیجرم برنامه چیزم کوبرا کای نمیدونم نگاه میکنی یا نه نه چیه سریال مارشال نه و فیلم کارات... کاراتیکی رو دیده بودید خیلی قدیمیه ولی زمان مثلا خیلی قدیمیه شاید مثلا نیده باشی نه دیگه دیگه نه این بودم. آره مثلا مال دهه مثلا بر من بچگی منم قدیمی بود ولی این حالا اومدن اون فیلم قدیمی رو سریالش کردن همون کاراکترهایی که موقع بچه بودن مثلا کاراته میکردن و خیلی الکی بود کاراتشون فلان همه اینا ولی ترکیده بود تو کل دنیا که این بچه مثلا یه مستر دوباره اون اومدن ریمیک کردن اونو ریمیک کردن با همون اکترها بچه‌ها که الان بزرگ شدن همونا توش بازی میکنه الان که مثلا انگار 30 سال بعد یکیشون موفق شده تو بیزنس و اینا <laughs> یکیشون مثلا یه یک دونه مربی کارته ولی مثلا خیلی در و فلان ایناست بعد مثلا نویس نویس چی میگن مثلا دیالوگا و اتفاقایی که میفته خیلی بچه‌گونه خیلی احمقانه و اینا ولی من واسه خنده میبینم ولی آه. ولی گیلتی پلژر من خیلی گیلتی پلژره من میگم به هر بعضی همیشه نه همیشه نه همیشه نه ولی کار بعضی از کارتونای نوستالژی بچگیمه من میذارم مثلا یهو میبینم یه <laughs> خیلی حال میدست. یه لحظه احساس کنم ببین اون موقع که میشنی جلو تلویزیونه چون چون چشمت داره فقط تلویزیون رو نگاه میکنه مثل تایم ماشین میمونه انگار انگار یه لحظه رفتی تو کالبد آره. کودکیت نشستی اونجا داری حالا این کارتون رو میبینی خب، تو رو چیزی جزو تلویزیون باشی نگی. که دیگه چرا گیلتی چرا خب آخه چرا یکی بگی آجی من مثلا تو سن سینه نشستم دارم کارتون <laughs> میبینم یه ذره عجیبه دیگه میدونی بریم بعدی یه دونه آن پاپولار اپینین بده حالا الان یه سری ها میگن تو چرا انقدر انگلیسی میگی منم فارسی آن پاپولار میشه یه نظریه بده یه, یه کامنتی بده که راجع به ا... یعنی اکثریت وقتی بهش نگاه میکنن مخالفشن مثلا مثال میزنم ها اینا نظر من مثلا ممکن یکی بگه آقا نظر من مثلا من فن موزیک ابی نیستم مثلا با ابی حال نمیکنم خب وقتی همه طرفدار ابی yeah, میگن آقا ده... عجیبه دیگه <laughs> آ پاپیلا اپینین میدم یه جوری که قشنگ همه چیز باشن و روی حساب کتاب به نظر من ترامپ رئیس جمهور بهتری بود واسه آمریکا تا بایدن به نظر من یعنی طرفدار ترامپ نیستم از ترامپ بدم میاد اتفاقا داری توضیح میدی داری آه، توضیح میدی بگم تماشا اوکی مال من آن پاپولار اپینین هم اینه که گوجه سبز اصلا چیز جذاب و باحالی نیست جدی عجب آره. این واقعا خیلی تو ترجیح میدی که یه یه مسافرت داری برای انتخاب کردن پارتنر مسافرتت علی جیدال رو ترجیح میدی یا دوست دختر تو برای مسافرت دوست دخترم خب خیلی دوست دارم ب... بعدش یه دونه توضیح ریز بیام خیلی خنده میشد ولی نه بازیم سالمتر از صفحه بر و دوست دخترم میرم مثلا ببینی سوسکی داری توضیح رو میدی ولی اوکی نمیخواه تو کنم این یه دونه ولی خنده است اوکی اوکی آقا این یکی این یکی فانتزیه ولی خیلی با من با است تتلو پایدار رو دیس کنه یا با توهی تتلو رو دیس کنی تتلو پایدار رو دیس کنه کدوم من ترجیح میدم یکی از اون انتخاب کنم آره آره یا یا تتلو باید پایدار رو دیس کنه یا تو با توهی باید تتلو رو دیس کنی تتلو پایدار رو دیس کنه من فکردم اینو، فکردم اینو این فکر کردم اینو فکر کردم اینو برمیگردونی این رومن ولی خب اوکی, اوکی. <تصفح> این سوال این شکلیه میگن که آقا تو میتونی بری ایران اوکی یعنی اصلا همین همین ارفان پایداری که الان هستی همین کارهایی که الان داری میکنی هیچ مشکلی نداره همین موزیک و یوتیوب و همه اینا در جاشه فقط یه شرط داره شرط اینه که با هیچ خواننده یا دیگه ای نمیتونی همکاری بکنی فقط باید موزیکات تکی باشه قبول میکنی یا نه؟ من میتونم برم ایران کاملا هر چیزی هم... که دلم اصلا... میخواد فعالیت آره، آره. کنم ولی تا آره. با هیچ اصلا... خواننده دیگه نمیتونم فعالیت کنم آره تمام موزیکات باید سینگل باید یعنی خودت تنها توش باشی <laughs> خیلی سخته که فقط باید بگی آره یا نه <laughs> یعنی <applause> <applause> میخوام بگم آره دارم فکر میکنم آیا ایرادی داره این داستان میدونی <applause> <applause> بالاخره میدونی از همکاری با خیلی از آرتیست هم چیز میشه میدونی دستش دور میشه بگیز اگه دوست دارم باشه مثل همکاری کنم و اینا شاید ولی آره میپذیرم اوکی خب خیانت بکنی یا خیانت ببینی خیانت بکنم یا <خیانت> ببینم>, <خیانت بکنم> <خیانت> ببینم خیانت ببینم خیلی حرفه ای اومدی و من خیلی تا... خودم دارم آماده میکنم که اگه او برگردوندی رو من من باید چی بگم این وسط فکر کردی آخه از سوال آخریه می‌درسم میدرزم برسه یه نه نه اصلا سوال آخری نه اصلا رسیدیم دیگه تموم شد سوال آخریم الان آها اوه سال آخری خیلی سکیپ, سکیپ هم نکردم سکیپ هم نکردم سکیپ نکردی بر. دیگه <تصفح> میتونی می سکیپ کنی ولی فاک خیلی درست بود که اینو نگردشتی سال آخر برو بریم اگه زرشک طلایی یه تندیسی بود تو رپ فارسی و باید به یه کسی داده میشد ارفان اینو به کی تقدیم میکرد <تصفح> <تصفح> به راحت به تو هم پاس نمیدم تو هم نمیخوام جواب بدین اوکی 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 خیلی بد شد خیلی بد شد که ارفان دمت گرم مرسی که اومدی امشب گپ زدیم خیلی حال داد میگم خیلی وقت خود باید صحبت میکردیم بعد امیدوارم که بتره کنی دیگه تو یوتیوب و کلی کانتنت های باحالو ولاگ های باحال سفرنامه های خفن دم گرم مرسی حالا اینا بپرسم اینم بپرسم اینا بپرسم آخرش گفتم سفرنامه یه جایی که خیلی دوست داری بری ولی نرفتی و بگو یه کشور یه جایی, که من تاپ تاپ لیستم همیشه بوده از اول از بچگی ژاپن و گذاشتم سری فرصتی خیلی. برم که بتونم طولانی باشم با یه آدم ژاپنی که هم چیزی که میخوام از ژاپن میخوام ببینم بتونم بگیرم مثلا خیلی خفنه خیلی خفنه دم دمت گرم مرسی از همه بچه‌ها مرسی از شما هم حال کرده باشن دعوتتون گرم